درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 20 جولای 2023 میلادی برابر است با 29 تیر ماه سال 1402 خورشیدی. بعد از انتشار تصاویری که گفته می شود مربوط به رابطه جنسی رضا ثقتی مدیر کل ارشاد استان گیلان با یک مرد دیگر است، او را برکنار کردند. رسانه‌های محلی دلیل این برکناری را برخی حواشی ذکر کرده و گفتند عبدالرضا علی پناه جانشین او شده است. مقامات رسمی هنوز واکنشی نشان ندادند. چهارشنبه 28 تیر ماه ویدیویی در کانالی تلگرامی منتشر شد که به گفته منتشر کنندگان مربوط به رابطه جنسی رضا ثقتی مؤسس کارگاه عفاف و حجاب در گیلان با یک مرد جوان با هویت نامشخص و در محل مهمانسرای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان است. در این ویدیو مردی که گفته می شود مدیر کل ارشاد استان گیلان است با شریک جنسی خود درباره محل دفن هوشنگ ابتهاج شاعر ایرانی که چند پیش درگذشت گفتگو می کند. در ویدیوی دیگر هم تصویری محو و سایه‌وار از ارتباط و عمل جنسی میان دو مرد در همان مکان دیده می شود. رضا ثقتی که آذر ماه سال 1400 از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی به عنوان مدیر کل در گیلان منصوب شد، بعد از انتشار این فیلم بدون توضیح خاصی برکنار و فرد دیگری به عنوان سرپرست اداره کل ارشاد این استان معرفی شد. او که همواره مواضع تندی در دفاع از حجاب تحمیلی نشان میداد، اواخر خرداد ماه امسال گفته بود که قرار است کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد گیلان قرارگاه عفاف و حجاب محل محور را در این استان تشکیل بدهند. او یک ماه پیش از آن و در اردیبهشت ماه نیز از تشکیل هایپرمارکت حجاب و همچنین برگزاری نمایشگاه بزرگ عفاف و حجاب با حضور 80 برند ایرانی در گیلان خبر داده بود. گزارش رسانه‌های حقوقی و فعالان مدنی و حقوق بشر حکایت از آن دارد که یک قاضی جمهوری اسلامی به نام علی امیدی نقشی پررنگ در صدور احکام علیه معترضان به حجاب اجباری دارد و مجازات‌های سنگینی برای آنها صادر کرده است. وبسایت حقوقی دادبان بر اساس شواهدی که به دست آورده گزارش داده که دادگستری تهران با ارسال پرونده‌های تشکیل شده علیه زنان به بهانه عدم رعایت حجاب شرعی به یک شعبه خاص از مجتمع قضایی ارشاد تهران در حال تربیت و استفاده از قضاتی شبیه سعید مرتضوی قاضی دادگاه مطبوعات در دهه 70 و دادستان تهران در دهه 80 است. این پرونده ها به شعبه 1088 مجتمع قضایی ارشاد تهران ارسال و جلسات آن به ریاست قاضی علی امیدی تشکیل می شود. در دو دادنامه صادر شده از سوی علی امیدی که به رؤیت دادبان رسیده، این قاضی دو دختر جوان را به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی به ترتیب به 6 ماه مشاوره اجباری برای درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی بعد 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و کار به عنوان نیروی نظافتچی در سازمان بهزیستی و 2 سال ابطال گواهینامه و ممنوعیت از رانندگی محکوم کرده است. همچنین قاضی امیدی در این دادنامه ها بی‌حجابی را سبب شیوع هرجگی جنسی و بی‌بندوباری اخلاقی، عاملی برای تغییر نسل و متلاشی نمودن بنیان خانواده ایرانی و همچنین رفتاری ضد اجتماعی و یک بیماری روحی فراگیر خوانده که مبارزه با آن نیازمند استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی از جمله تشدید مجازات است. شامگاه چهارشنبه لیلا ضیافر، شهروندی که پیشتر مطالبی در مخالفت با حجاب اجباری منتشر کرده بود، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. سابر نیوز، کانال نزدیک به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی، ویدیویی از بازداشت ضیافر منتشر کرده که در آن ماموران به خانه او هجوم برده و دستگیرش می‌کنند. ضیافر مدرس فن بیان با سابقه گویندگی در رادیو است که بعد از اعتراضات آبان سال 98 همکاری خود را با صدا و سیمای جمهوری اسلامی قطع کرد و به تدریس در آموزشگاه پرداخت. او به تازگی با
انتشار تصویری از خود بدون برتر داشتن روسری در توییتر نوشته بود: محال است از مسیری که رفتیم برگردیم. ما برای برداشتن این حجاب و اسارت شهید دادیم. نمیگذاریم خون شهدایمان پایمال شود. توییت او مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت و در مقابل طرفداران حکومت خواهان بازداشت و جلوگیری از تدریس او در آموزشگاه‌های خصوصی شدند. ضیافر بعد از دستگیری به مکان نامعلومی منتقل شده و از شرایط، مکان نگهداری و نهاد بازداشت کننده او اطلاعی در دست نیست. 4 انجمن روانپزشکی و روانشناسی در ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از ارجاع مخالفان حجاب اجباری به مراکز روانشناسی انتقاد کردند. این نهادهای علمی در نامه خود خطاب به غلام حسین محسنی ایجه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد با اشاره به احکام صادره برای دست کم 2 تن از زنان هنرپیشه ارجاع افراد به مراکز روانشناسی با هدف ایجاد تغییر در انتخاب‌های فردی را متعارض با اصل خودمختاری خواندند. در بخشی از این نامه آمده است که تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روان پزشک است، نه قاضی، همانگونه که تشخیص سایر بیماری ها در صلاحیت پزشکان است، نه قضات. به تازگی 2 هنرپیشه، افسانه بایگان و آزاده صمدی، به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری به مراجعه به مراکز روانشناسی محکوم شدند. 10 فعال حقوق بشری و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی با ارسال نامه‌ای به ولکر تورپ، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار کمک برای توقف حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی، زندانی ورزشکار در مشهد شدند. در نامه‌ای که به امضای 85 فعال حقوق بشری، وکلا و نمایندگان نهادهای غیردولتی رسیده، از آقای ترک خواسته شده که فوراً و به صورت علنی در موضوع اعدام قریب الوقوع آقای وفایی ثانی مداخله کند. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه گزارش داد که این نامه به امضای رئیس سابق دیوان کیفری بین‌المللی، 9 مقام سابق و کنونی سازمان ملل، برخی وزیران خارجه سابق و 7 برنده جایزه نوبل رسیده است. منابع حقوق بشری محمد جواد وفایی ثانی را 27 ساله و قهرمان بوکس آموزشگاه‌های مشهد معرفی کردند که اسفند ماه سال 98 در رابطه با اعتراضات آبان ماه سال به افزایش ناگهانی قیمت بنزین بازداشت شد. به گزارش این منابع، آقای وفایی ثانی از زمان بازداشت در مشهد به منظور اخذ اعترافات اجباری در زندان تحت شکنجه بوده و برخی نیز از جمله اتهامات مطرح شده علیه او را هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعلام کردند. همزمان با افزایش اعتراضات به حجاب اجباری و راه اندازی دوباره گشت ارشاد، احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، روز پنجشنبه مأموریت پلیس در برخورد با بی‌حجابی را بی بازگشت خواند و غلام حسین محسنی ژئی، رئیس قوه قضاییه، از اجرای مجدد آن حمایت کرد. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به اقدامات پلیس در طرح‌های هوشمند حجاب و عفاف گفت: از همکارانم تشکر می‌کنم که مقتدرانه و هوشمندانه در موضوع حجاب و عفاف که خواست مردم، وظیفه قانونی و تکلیف شرعی ماست، عمل کردند. همزمان با اوجگیری فشار بر معترضان به حجاب اجباری و راه اندازی گشت ارشاد، مقامات دیگر جمهوری اسلامی هم در این باره اظهار نظر کردند. در این میان رئیس قوه قضاییه بر ضرورت اجرای گشت ارشاد تا زمان تصویب لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد. در جلسه امروز شورای نگهبان، انتخابات هیئت رئیسه این شورا برگزار شد که در این جلسه دبیر و اعضای هیئت رئیسه شورای نگهبان با رأی اعضای این شورا برای 1 سال دیگر ابقا شدند و احمد جنتی 97 ساله برای 1 سال دیگر در سمت دبیری باقی خواهد ماند. خبرگزاری های ایران اعلام کردند که هادی طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به برگزاری جلسه صبح امروز چهارشنبه شورای نگهبان گفت: انتخابات هیئت رئیسه سال جدید شورای نگهبان در جلسه صبح امروز برگزار شد. احمد جنتی به عنوان دبیر، سیامک رهپیک به عنوان قائم مقام دبیر و هادی طهان نظیف به عنوان سخنگوی شورای نگهبان ابقا شدند. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلعیت و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. بر اساس اخبار منتشر شده، سلیمان عبدی، معلم سقزی و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان شاخه سقز و زیبیه، از توی دادگاه کیفری این شهرستان به 8 ماه حبس و 70 ضربه شلاق محکوم شده است. یکی از نزدیکان آقای عبدی با تایید این خبر ابراز امیدواری کرد که حکم در دادگاه تجدید نظر شکسته شود. آقای عبدی روز 28 اسفند ماه سال گذشته در مسیر منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. ماموران بعد از بازداشت این معلم به منزل او رفتند و وسایل شخصیش را مانند موبایل و لپتاپ ضبط کردند. بازداشت این معلم هنگامی صورت گرفت که تنها یک روز به تعطیلات نوروز باقی مانده بود، اما بعد از 23 روز بازداشت با تودیع وثیقه 2 میلیون تومانی به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سقز آزاد شد. آزادی او در حالی صورت گرفت که انجمن صنفی معلمان کردستان شاخه سقز و زیبیه در اعتراض به بازداشت و عدم ارائه توضیحات لازم از سوی نهادهای مربوطه اعلام کرد که در تاریخ 17 فروردین ماه دست به تجمع خواهد زد، اما نهادهای امنیتی با وعده آزادی آقای عبدی مانع برگزاری این تجمع شدند و 4 روز بعد از آن، یعنی در تاریخ 21 فروردین ماه، این معلم زندانی آزاد شده بود.
جمعی از فعالان زنان، کارگری سیاسی و مدنی از روز چهارشنبه تحصنی دو هفته ای را با خواست آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی مشهور و گمنام در ایران در میدان ترافالگار لندن آغاز کردند. آنها در بیانیه اعلام کردند که دور هم گرد آمدند تا درباره اقدامات جمهوری اسلامی از جمله به اسارت درآوردن آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی‌های سیاسی و بازداشت و یا اعدام هزاران هزار انسان به خاطر نوع تفکر و اندیشه‌شان روشنگری کنند. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران امروز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی علیه هر شرکت نفتی که نفت ایران را از یک نفتکش توقیف شده تخلیه کند دست به اقدامی تلافی جویانه خواهد زد. به گزارش رویترز و به گفته یک شرکت امنیتی دریایی، ایالات متحده در ماه اپریل یک محموله نفت ایران در یک نفتکش را در یک عملیات اجرای تحریم‌ها مصادره کرد. تنگسیری گفت تهران واشنگتن را مسئول اجازه دادن به تخلیه محموله نفتکش می‌داند. منابع مطلع که به دلیل حساسیت موضوع از افشای هویت خودداری کردند، گفته بودند که دولت آمریکا کنترل محموله نفتی نفتکش سوزراجان جزایر مارشال را با حکمی که پیشتر از دادگاه دریافت کرده بود به دست گرفت. ایالات متحده چهار شرکت اسرائیلی را که متهم به تأمین نرم‌افزارهای جاسوسی مورد استفاده دولت‌ها برای هک تلفن‌های همراه مخالفان هستند در لیست سیاه قرار داد. به گزارش انسایت پیپر، وزارت بازرگانی آمریکا شرکت‌های انتلکسا و سیتروکس را در لیست سیاه نهادهای دولتی خود قرار داد و شرکت‌های آمریکایی‌ها را از تجارت با آنها برحذر داشت. گفته می‌شود که این شرکت‌ها با سوء استفاده از اطلاعات تلفن همراه اقداماتی را انجام دادند که سیستم‌های فناوری اطلاعات و حریم خصوصی و امنیت را در سراسر جهان به خطر می‌اندازد. بر اساس این گزارش، شرکت‌های امنیت سایبری انتلکسا، سیتروکس و تالوس به عنوان سازندگان جاسوس افزار پردیتور معرفی شدند. کانال 14 تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که ارتش این کشور برای اولین بار بمب‌های قدرتمند سنگرشکن را از جنگنده‌های آمریکایی F-35 که در اختیار دارد با موفقیت پرتاب کرده است. بر اساس گزارش این رسانه اسرائیلی، این اقدام ارتش اسرائیل پیامی مستقیم برای جمهوری اسلامی ایران بوده است. این شبکه روز چهارشنبه گزارش داد نیروی هوایی این کشور در روزهای اخیر پرتاب بمب‌های سنگرشکن از جنگنده‌های F-35 را با موفقیت تمرین کرده است. اسرائیل بعد از آمریکا دومین کشور جهان است که این قابلیت را آزمایش کرده است. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heydarilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنسین‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز
در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک، تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها رو دنبال میکنیم. اخترشناسان به تازگی ستاره‌ای را در کیهان یافتند که میگویند به لحاظ ساختاری ترکیبی عجیب و منحصر به فرد دارد. دانشمندان میگویند یک کتوله سفید با نام جانوس را کشف کردند که یک طرف آن به طور کامل از هیدروژن و طرف دیگر از هلیوم تشکیل شده است. این برای اولین بار است که اخترشناسان یک ستاره منفرد با دو سمت متفاوت را پیدا میکنند. تصور میشود که این دو توی متضاد به صورت خود به خود ایجاد شده باشند. این جرم کیهانی که بیش از 1000 سال نوری از زمین فاصله دارد، دستورات فلکی ماکیان واقع شده و اولین بار در رصدخانه پالومار در نزدیکی سان دیده شد. پژوهشگران میگویند که قرار دادن پاها به مدت 20 دقیقه در آب داغ برای دقایقی قبل از رفتن به رخت خواب میتواند تاثیر مثبتی در بهبود کیفیت خواب داشته باشد. خیس کردن پاها در آب 42 درجه یا آنچنان که در بعضی جاها حمام پا نامیده می شود یکی از سنت‌های درمانی کهن در شرق آسیا محسوب می شود. در سالهای اخیر مطالعات فزاینده‌ای درباره تأثیر خیس کردن پاها بر کیفیت خواب انجام شده و دانش آموزان می گویند که این کار می تواند نتایج مثبتی بر خواب افراد در بر داشته باشد. بینندگان عجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روز و کار خوشی براتون آرزو میکنم.